منع قانونی نیست. اصلاح طلبان در صحنه حاضرند. بازداشت امین مدنی، روزنامه‌نگار سنندجی. تکذیبیه صادق لاریجانی پس از 9 روز. انتشار شجره‌نامه رهبری در تیراژ وسیع. هاشمی به نماز جمعه نمی رود چون نمی خواهد دروغ بگوید و از عدالت بیفتد. در یک سال اخیر 500,000 نفر بیکار شدند. تجمع جمعی از جانبازان و آزادگان مقابل بنیاد شهید. و تکذیب ادعای احمدی نژاد توسط رئیس کل گمرک. از صادرات بنزین بیخبری. اصلاح طلبان از هیچ تلاشی برای حفظ نظام دریغ نمی کنند. یک عضو فراکسیون خط امام مجلس معتقد است که قانون اجازه فعالیت افراد با سلایق سیاسی مختلف را داده است و هیچ منع قانونی برای حضور اصلاح طلبان وجود ندارد. سعدالله نصیری نماینده زنجان در گفتگو با خبرنگار ایلنا در ارتباط با برخی اظهار نظرات در مورد شرایط حضور اصلاح طلبان در حاکمیت گفت اصلاح طلبان در جامعه امروز جایگاه دارند و دارای سابقه حضور در مبارزات پیش و پس از انقلاب بودند. به گفته وی برخلاف برخی از اصولگرایان که اصلاح طلبان را در مقابل نظام می دانند، بسیاری از افراد نیز معتقد هستند که اصلاح طلبان باید در حاکمیت حضور داشته باشند. این عضو آموزش و تحقیقات مجلس با اشاره به برخی شروط برای حضور اصلاح طلبان در حاکمیت خاطر نشان کرد. بسیاری از این شروط روشن و مقوم نیست. اصلاح طلبان در حال حاضر در مجلس و سایر نهادها حضور دارند و از هیچ تلاش و کوششی برای حفظ نظام دریغ نمی کنند. این عضو فراکسیون خط امام مجلس همچنین یادآور شد در فضای رقابتی سیاسی دو سلیقه اصلاح طلب و اصولگرا با یکدیگر درگیرند، اما اولویت‌های فعلی کشور فراتر از درگیری‌های سیاسی و جناحی است. به گفته وی برای حضور اصلاح طلبان در حاکمیت کشور نه تنها منع قانونی وجود ندارد، بلکه قانون اجازه داده است که افراد با سلایق سیاسی مختلف و در چارچوب قوانین در کشور فعالیت داشته باشند. امین مدنی، روزنامه نگار سنندجی، بازداشت شد. به گزارش رهانا و به نقل از پایگاه خبری موکریان، صبح امروز 25 مهر ماه، امین مدنی، روزنامه نگار سنندجی، در میدان اقبال سنندج توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. خانواده امین مدنی در گفتگویی ضمن تایید این خبر اظهار داشتند که منزل این روزنامه نگار پس از بازداشت وی از طرف مامورین مورد بازرسی قرار گرفته است. به گزارش موکریان، تا لحظه تنظیم خبر از محل بازداشت و اتهام احتمالی این روزنامه نگار اطلاعی در دست نیست. یادآور می شود امین مدنی مدیر اجرایی هفته‌نامه توقیف شده کرفتو و همکار نشریات دیار کهن و ندای یروس بود. صادق لاریجانی پس از 9 روز نامه منتسب به خود را تکذیب کرد. صادق لاریجانی امروز خبر مربوط به انتشار نامه‌اش را به رهبری که 9 روز پیش در جرس منتشر شد در جلسه مسئولان عالی قضایی تکذیب کرد. به گزارش اداره کل روابط عمومی و تشریفات قوه قضاییه، لاریجانی رئیس قوه قضاییه در جلسه امروز مسئولان عالی قضایی گفت انتصاب این نامه جعلی در امتداد همان فتنه‌های پس از انتخابات است و نشانگر ذلتی است که فتنه‌گران در آن درافتادند. البته مردم با بصیرت ما خود از سبک و سیاق نامه مجعول به کذب بودن آن اطمینان پیدا می کنند. محضا بنده مؤکداً این نامه مجعول را تکذیب می کنم و بر سخافت و ابتذال نویسندگان آن تأسف می خورم. لازم به ذکر است محسنی اژه‌ای نیز امروز با تکذیب نامه صادق لاریجانی به رهبری اظهار داشت. پیگیر نامه جعلی منتسب به رئیس قوه قضاییه هستیم و از مقامات امنیتی و اطلاعاتی خواسته ایم آن را دنبال کنند.
محسنی اژه‌ای در حاشیه جلسه مسئولان عالی قضایی افزود تا کنون کسی به ما معرفی نشده است و هنوز پرونده قضایی به معنای اینکه فرد خاصی تحت تعقیب قرار گرفته باشد تشکیل نشده است. شجره‌نامه رهبری در تیراژ وسیع انتشار یافت. مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان قم از انتشار شجره‌نامه رهبر جمهوری اسلامی همزمان با ورود وی به این استان خبر داد. آنگونه که غلامرضا ناظمی اعلام کرده، روشن شده که جد رهبری امام سجاد، امام چهارم شیعیان است. به گفته ناظمی، شجره‌نامه رهبری به صورت کارت پستال تهیه و توسط دایره المعارف بقای متبرکه کشور که زیر نظر سازمان اوقاف و امور خیریه اداره می شود تدوین شده است. مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان قم در توضیحات بیشتری در باره شجره‌نامه رهبر جمهوری اسلامی گفت جد مطهر مقام رهبری امام سجاد بودند که امامزاده عبدالله مدفون در بلوار کشاورز قم نیز عموی نسبی ایشان هستند. وی افزود همچنین امامزاده سید معصوم نیز که در منطقه نیروگاه قم مدفون هستند به عنوان پسر عموی نسبی مقام رهبری به شمار می آیند. ناظمی همچنین از انتشار شجره‌نامه آیت الله خمینی همزمان با رهبری خبر داد و گفت جد رهبر فقید جمهوری اسلامی امام موسی کاظم است. رهبر جمهوری اسلامی قرار است روز سه‌شنبه به استان قم سفر کند. گزارش‌های رسمی و غیر رسمی از سازماندهی گسترده دستگاه‌های حکومتی در این استان برای استقبال از آقای خامنه‌ای خبر می‌دهند. هاشمی به نماز جمعه نمی‌رود چون نمی‌خواهد دروغ بگوید و از عدالت بیفتد. مشاور رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره دلیل حضور نیافتن هاشمی رفسنجانی در نماز جمعه گفت: تعبیر هاشمی این است که اگر من به نماز جمعه بروم و واقعیت‌ها را بیان نکنم، کتمان شهادت کرده و از عدالت می‌افتم. علی عسکری در گفتگو با خبر آنلاین در پاسخ به اینکه چرا حضور هاشمی رفسنجانی در نماز جمعه ادامه نیافت گفت در جو کنونی ایشان ترجیح می‌دهند خطبه‌ای که شرایطش پرداختن به مسائل سیاسی و واقعیت‌های روز جمعه است را نخوانند. وی افزود یک بار خود بنده این مسئله را مطرح کرده و حتی اصرار نیز کردم که بالاخره این تریبون یعنی تریبون نماز جمعه اثرگذار است و برای دنیا پخش می شود. یعنی هم در داخل و هم در خارج از کشور اثرگذار است. در مورد خطیبی مانند شما نیز درست نیست که بگویند شما حاضر به خواندن نماز نیستید و شاید برخی ها بگویند چون نماز به هم می خورد و گروه های خودسر حاضر شده و علیه شما شعار می دهند، شما در نماز جمعه حاضر نمی شوید. ایشان گفتند هرگاه از من سوال شده این گونه پاسخ دادم که یکی از شرایط مهم امام و خطیب جمعه این است که واقعیت ها را مطرح کند. مشکلات و مسائل مبتلا به جامعه را بازگو کرده و راه حل ارائه دهد. نماینده مردم مشهد در مجلس هفتم ادامه داد تعبیر ایشان این بود که اگر من به نماز جمعه بروم واقعیت ها را بیان نکنم کتمان شهادت کرده و از عدالت می افتم. عسکری همچنین از قول هاشمی افزود عدالت امام جمعه اقتضا می کند که از روی انصاف، علم و دقت مشکلات و مسائل مبتلا به را بیان کرده و تحلیل ارائه دهد. اگر مسائل را بیان کنم باعث ناراحتی برخی خواهد شد. اگر هم نگویم باعث سلب عدالت من می شود. بنابراین هر که از من در خصوص حوادث اخیر سوال می کند می گویم گفتنی ها را در همان نماز جمعه آخر گفتم. گزارش منتشر نشده مرکز آمار در یک سال اخیر 500 هزار نفر بیکار شدند. بر اساس تازه ترین یافته های مرکز آمار ایران که اجازه انتشار آن به صورت رسمی صادر نشده است، طی یک سال گذشته بیش از 300 هزار نفر از تعداد شاغلان کشور کاسته شده است که این امر با احتساب آغاز به کار دست کم 200 هزار نفر از نیروهای غیر شاغل طی یک سال گذشته به معنای بیکار شدن 500 هزار نفر از شاغلان در 12 ماه اخیر می باشد. بر اساس گزارش نتایج طرح آمارگیری نیروی کار فصل بهار که از سوی مرکز آمار ایران انجام می شود، تعداد شاغلان در بخش کشاورزی در فاصله دو بهار 88 و 89 بیش از 600 هزار نفر، بخش صنعت بیش از 340 هزار نفر و بخش خدمات اندکی بیش از 280 هزار نفر کاهش یافته است. کاهش تعداد شاغلان در بخش‌های مختلف اقتصادی نشان می‌دهد نرخ فعالیت اقتصادی در کشور از 40.5 به 39% رسیده
و این در حالی است که نرخ بیکاری از 11.1% به 14.6% در فاصله بین دو بهار سالهای 88 و 89 افزایش یافته است. بر اساس برنامه چهارم توسعه قرار بود 4,480,000 فرصت شغلی طی 5 سال برنامه در کشور ایجاد شود تا نرخ بیکاری به 8.4% برسد. اما این مهم نه تنها تحقق نیافت، بلکه به نرخ بیکاری نیز نسبت به شروع برنامه افزوده شده است. ایجاد اشتغال نیازمند سرمایه گذاری های وسیع است که این سرمایه گذاری ها می تواند داخلی و یا خارجی باشد. آنچه در موضوع سرمایه گذاری اهمیت دارد این است که سرمایه گذاری همکنون یک ضرورت است تا در کنار آن انتظار کاهش نرخ بیکاری را داشت. در حالی که به دلیل شرایط ناامن داخلی و تحریم خارجی هیچ رغبتی به سرمایه گذاری وجود ندارد. بیکاری پنهان و رشد اندک بهره‌وری نشان می‌دهد که شهرها نمی‌تواند جذب کننده مهاجران بیکار شده بخش کشاورزی باشد و به همین سبب بر مشکلات نواحی شهرها به ویژه شهرهای بزرگ همواره افزوده می‌شود. همان گونه که ارقام نشان می‌دهد سالانه بیش از 1,000,000 نفر به بازار کار کشور وارد می‌شوند، در حالی که هم اکنون حدود 3.5 میلیون نفر در کشور بیکار هستند. موضوع کسب و کار در کشور هم اکنون به مشکلی تبدیل شده که از یک سو باید مراقب واحدهایی بود که در معرض تعطیلی قرار دارند و از سوی دیگر باید برای جوانانی که هر سال وارد بازار کار می‌شوند تدابیر لازم اتخاذ و برای آن برنامه ریزی کرد. تجمع جمعی از جانبازان و آزادگان مقابل بنیاد شهید. بیش از 50 نفر از جانبازان و آزادگان حوالی ساعت 9:30 صبح روز دوشنبه روبروی ساختمان بنیاد شهید در خیابان طالقانی جنب هتل انقلاب تجمع کردند. به گزارش خبرنگار جام جمان لاین، این گروه از یادگارهای جنگ بدون سر دادن هر گونه شعاری و صرفاً با فرستادن صلوات و در دست داشتن پلاکارت‌هایی که بر روی آنها نوشته بود به ما جانبازان و آزادگان کمک کنید، خواستار احقاق حقوق خود از سوی بنیاد شهید و جانبازان شدند. تکذیب ادعای احمدی نژاد توسط رئیس کل گمرک. از صادرات بنزین بی خبری. در حالی که احمدی نژاد گفته بود که ایران بنزین را صادر می‌کند، خبرگزاری موج نوشت رئیس کل گمرک با اعلام این خبر که درآمد گمرک به 10,000 میلیارد تومان افزایش پیدا کرده گفت تا کنون آماری از سوی گمرکات اجرایی پیرامون صادرات بنزین ارسال نشده است.